سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و بدور از بلا باشید. امروز و امشب و در این لحظه اومدم با نکاتی که بعضی از این اسمی از کسی نمیارم شیادان که میشه اسمشون رو گذاشت دعا نویس نما یا ساحر نما یا روحانی نما یا هر چیزی که به نما بستگی داره، براتون ویدیوی بسازم که حائز اهمیت هست و خیلی مهم هست، یا همون رمال نما خیلی مهمه، چون من خیلی ها رو دیدم روی پیج هاشون یا کانال هاشون یا ایدیا هاشون یا سایت های فضای مجازی یه چیزهایی رو میذارن که خارج از تصور هستن و خیلی از عزیزان ما نسبت به اون چیزی که خودشون از این شخص به اسم رمال یا به اسم ساحر یا به اسمی که خودشون میذارن استقلال اون فکریشون رو به تسخیر میکشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقا منی که مراجعه میکنم به همون رمال بهش میگم فلان مشکل دارم، اون دیگه یه چیزایی رو میاد به من میگه که دیگه چون من اونو به عنوان رمال قبول دارم هر چی بگه قبول میکنم. نه عزیزان من، خیلی چیزها عقل میخواد و منطق میخواد. ببینید مثلا سر صحبت من این هست، یک جا دیدم یکی نوشته حصار 99 ساله براتون میزنم، به الله لا اله شریک، به خداوندی خداوند قسم، به حضرت علی قسم، به 12 امام قسم، چیزی نداریم بین اسم. منم اگه یه روزی اومدید به من گفتید یه حصار و من گفتم 99 ساله، بگو آقا دروغ میگی استاد بلان، نداریم، به والله نداریم، به خداوندی خداوند قسم نداریم 99 ساله. یه حصاری داریم که نهایتش خودش بکشه، 10 سال ضمانتی هم نیست، تا 8 سال میشه ضمانتش کرد، ولی اون 2 سال دیگه احتیاط هست که شاید اون 2 سالو بکشه بتونه. ولی 99 ساله ما کدوم موکل حوصله داره 99 سال از تو محافظت کنه؟ با عقل جور میاد؟ کدوم موکل 99 سال پایبند میشه به این چیزی که میگن؟ پس حصار 99 ساله ندارم، من ضمانت میکنم تا 8 سال، دیگه 10 سال ضمانت نمیکنم و در جاهای ضمانتش میکنم، ولی به شرایط و شرط و شروطی که چه روزی از سال نوشته بشه. ولی 10 سال و یک روزه دیگه نداریم، دقیقا همینه. یا سنگ موکل داره 300 موکله، یا پیغمبر 300 موکل، اصلا مگه جا میشن توی اون سنگ؟ جنگشون میشه، خب دعواشون میشه سر اونجا. شما یه پادگان بیاری 300 تا بذاری داخلش، ببینید چه هرج و مرجی داخلش پیش میاد. یا سنگ انگشتر 300 موکله، به خداوندی خدا قسم بیشتر از 10 تا نمیشه، 10 تا هم زیاده سنگینه. من حقیر بنده، من گفتم که خوب نیست بنده بگم خدمتتون که سنگ موکل دار قوی ترینشون همون 5 تا است، بیشتر از 5 تا باور کنید دردآوره برای شما، سنگینه برای شما. شما وقتی میخوابید، یعنی وقتی میخوابید 5 تا موکل 300 تا موکل بالا سرتون میکشنت، نفس بکشنم اصلا نفس شما رو میبره. 5 تا نهایتشه، 6 تاش بشه ضعیف میشه اصلا، چون اصلا یه ضرب المثل فارسی داری میگن آشپز که دوتا بشه یا شور میشه یا بینمک، نه دیگه 6 تا موکل بذارید. این از این و سنگ و هم سنگ، هم مهره مار و هم سنگی که دارید و هم انگشتر. کسی که کمتر از 7 روز بهتون گفت تحویلتون میدم دروغ میگه. اسمی از کسی نیاوردم، همتون هم شنیدید، موکل دار کردن سنگ،
هر سنگی که میخواد باشه. 7 روز داریم، 14 روزه داریم، 21 روزه داریم، کمتر از این نمیشه و قدرتش نسبت به 7 روزش و 14 روزش و 21 روزشه. یا به کسی مراجعه میکنید و میگید برای من ابطال سحر بنویس یا طلسم بنویس یا هر چیزی، دعا برای من بنویس. کسی که براش رفتید و در جا براتون چیزی نوشته داد، بهش بگو بذارش در کوزه آبشو بخور، به قول گفتنی نداریم. این باید یه احضار بگیره و احضار هم شروطشو داره. یک شب قبلش باید پای برهنه بره توی بیابون 700 متر هر حداقلش دور بشه از جایی که انسانی نفس میکشه غیر از خود اون که احضار میزنه، و احضار بعدی داخل خونه است. این شد دو شب، یا همون یک شب هم توی همین یک شب هم میتونه احضار کنه و برگرده دوباره احضار بزنه توی خونه که اون طور اتاق تاریک. و این کاری به این مسئله نداریم. در کل تلس نویس نمیتونه براتون همون لحظه بنویسه. این هم یک نکته. و یه نکته دیگر و پایان نکته های این ویدیو ما هست. ببینید عزیزان من، تلسم نویس من دیدم که میگم، یعنی بی خودی نمیام این چیز میگم. یک نفر براش میره، یک نفر براش میره و 10 تا تلسم براش مینویسه در جا همون روز. میشه بنویسه، فقط شرط شروط داره. شرط شروطش چیه؟ ببینید عزیزان من، دیدید وقتی مثلا توی درس یه کتاب ریاضی رو یه رشته وقتی میخوام بریم بالاتر و مثلا میگن ریاضی 4 واحده، ادبیات 6 واحده، من فرض میکنم ها، یا زبان 8 واحده، یعنی چی؟ یعنی این کتاب 4 واحد داره. ببین تلسم نوشتن، هر تلسمی واحدی داره، واحدی داره. ما تلسمی داریم نیم واحده است، تلسمی داریم دوتاش نوشته بشه یه نیم حساب میشه، یعنی 4 تا تلسم یک عدد نوشته میشن حساب میشن. و تلسم هایی داریم دوتایی حساب میشن، دوتایی یعنی تو در سال تلسم نویس فقط 3 واحد میتونه برات بنویسه، 3 واحد. اگر رفتی براش بار دیگه و برات نوشت، و در ویدیوهای آینده براتون خواهم گفت کدوم، اگه خدا عمری داد، کدوم تلسم ها چند واحدی هن. ببینید مثلا من اعوذ بالله، تلسم مرگ، تلسم مرگ 2 واحده و تلسم محبت 1 واحده. اگر برای کسی یک تلسم مرگ نوشتم و یک تلسم محبت، من تا 3 سال دیگه نمیتونم براش بنویسم. این یک نکته است. خب و تلسم هایی داریم 2 واحده هستند. نمیخوام اشاره کنم حالا چی هستن، چون در ویدیوهای آینده البته، نه ویدیوهای آینده. مثلا میگیم، الان نمیخوام اینا رو بهتون بگم، مثلا تلسم محبت و تلسم ویرانی، هر دوتاش گفتم 3 واحد میتونه براتون بنویسه تلسم نویس. تلسم مرگ و تلسم جدایی، اینا هر دوتاشون 2 واحدی هستن. پس 2 و 2 میشه 4. در نهایت بخوای نگاه کنی 4 شده و طبق اون گفته که گفتم 3 واحده بیشتر نمیتونه براتون بزنه، ولی 4 رو میتونه براتون بزنه. چرا؟ چون 2 تا براتون تلسم درست کرده، ولی هیچ یک دونه دیگه نمیتونه براتون بسازه. اینو در نظر بگیرید. پس تلسم نوشتن نه فقط بیای تلسم بنویسی یا احضار کنی، تکنیک میخواد. این تکنیک میخواد و حضور ذهن میخواد و به معنی واقعی کلمه تلسم نویس باشه. عزیزان من، گول نخورید، گول حرفای بزرگ بزرگ و یه چیزای عجیب و غریب رو نخورید. به خدا تلسم نوشتن شرایط خودشو داره، قانون خودشو داره. این علمو دارن، یعنی من، یعنی بهم برخورد، این علمو دارن به تمسخر میگیرن. به خدا این علم تمسخرآمیز نیست. این علم سالهای سال، از هزاران سال پیش اومده و تا به دست ما رسیده. پس به مسخرش نگیریم، گول نخورید. من در ویدیوهای دیگه حتما چیزهای دیگری بهتون خواهم گفت. مخلص همه شما و دوستدار همه شما استاد برهانم و تا دیداری دوباره، خدا.